ویروس کرونا را می توان بزرگترین بلای همگیر بشر در قرن 21 دانست. اما نقطه امید بخش آن همدستی جهانی برای شکست آن است. سازمان بهداشت جهانی و بخش‌های زیادی از مراکز تحقیقاتی پزشکی در جهان و کشورهای درگیر مانند ایران تمام توان خود را صرف شکست این ویروس سمج کردند. حالا در روزهایی که آمار مبتلایان بالا می رود، یک نقطه امید بخش چراغ سبزی برای کنترل این ویروس در ایران است. آماری که لابلای اخبار کرونا ممکن است کمتر به آن توجه شود. طبق آمار رسمی تا کنون 739 نفر بیمار بهبود یافته از کرونا از بیمارستان ترخیص شدند و گفته می شود روند ترخیص بیماران بهبود یافته در حال افزایش است. اما در ایران نهادهای درگیر با این بیماری چگونه به جنگ آن رفتند؟ مدارس و دانشگاه‌ها بر اساس اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا تا پایان سال تعطیل شدند. تمامی مسابقات ورزشی و برنامه‌های فرهنگی و هنری تعطیل هستند و از شهرهای درگیر نیز خبر می‌رسد مسئولان محلی درگیر آموزش مردم برای مراقبت‌های بیشتر هستند. اما در حوزه بهداشت و درمان تعداد آزمایشگاه‌های تشخیص کرونا از 2 آزمایشگاه طی 10 روز به 42 آزمایشگاه در سراسر کشور رسیده و این قدم مهم به تایید و تحسین نماینده اعزامی سازمان بهداشت جهانی به ایران رسیده است. تا جایی که ریچارد براون میگوید ویروس کرونا یک ویروس جدید، پیچیده و نوپدید است، اما نظام سلامت ایران هم بسیار قدرتمند و مدرن است و اقداماتی که انجام شده در مدیریت ویروس کرونا بسیار مهم است. یکی از نقاط قوتی که نمایندگان اعزامی سازمان بهداشت جهانی در فرایند مبارزه با کرونا در ایران به آن تاکید داشتند، آماده سازی 60,000 مراقب و بهورز برای ارتباط با موارد مشکوک در سامانه چلسی است. اقدامی که می تواند قدم مثبتی برای کنترل موارد مشکوک باشد. از طرف دیگر آموزش‌های عمومی به مردم، کنترل تب شهروندان در اماکن عمومی و در ورودی‌های شهرهای مانند قم که فراگیری ویروس در آن زیاد بوده است نیز انجام شده و در آخرین تصمیم این ستاد اقامه نماز جمعه در تمامی مراکز استان‌ها لغو شده است. جدای از فعالیت‌های درون کشور، برخی کشورهای جهان نیز به کمک ایران آمدند. چند روز پیش اولین تجهیزات سازمان بهداشت جهانی که شامل کیت‌های تست کرونا برای 100,000 نفر و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی بود به ایران رسید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در پیامی از سازمان بهداشت جهانی و کشورهای دوست به خاطر کمک‌های آنها در مبارزه با کرونا تشکر کرده و همچنین لیستی از نیازهای ضروری ایران تهیه شد. همزمان برخی کشورها نیز با صدور بیانیه‌های ضمن اعلام همبستگی با قربانیان ویروس کرونا در ایران از ارسال کمک‌های پزشکی و مالی به ایران برای مقابله با شیوع سریع این ویروس خبر دادند. با این حال آمادگی بالای پزشکی در ایران می‌تواند خبر خوب و امیدوارکننده‌ای برای مبارزه با کرونا محسوب شود.